استفاده میکنن و هر وقت که تنها بیرون میره میدونه که شوهرش داره توی خونه فیلم پر میبینه ولی از خود ارضایی آقا مطمئن نیست. آیا این رابطه من میخوام بتونه اطمینان بدم 100% داره خود ارضایی میکنه. خب آیا این رابطه یا این آقا مشکل خاصی دارن؟ چرا حلی پیشنهاد میکنین؟ خواهم دارم مشکل این آقا اینه که مرده، خب و شما زنی. اولا که خود ارضایی هم قانونیه هم شرعیه هم لازمه. خواهش میکنم شما هم این تجربه رو داشته باشین تا بفهمین که چقدر خوبه و چقدر لازمه و چقدر دلچسبه و اولین عشقبازی ما باید با خودمون باشه تا بتونیم لذت ببریم، بفهمیم و بدونیم کجاهای بدنمون رو چیکار دوست داریم کسی باهاش بکنه که بهش بگیم چیکار بکنه. اگه من نقشه رسیدن به رضایت رو خودم بلد نیستم، از کدوم جاده است، چجوری آدرس بدم به یه بابای دیگه که بتونه بهش به مقصد برسونه هم خودش و هم منو. بنابراین ما باید خود ارضایی رو تمرین بکنیم، داشته باشیم، لذت ببریم، کتاب بخونیم راجبش، فیلم ببینیم، یاد بگیریم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، همینطور راجب بدن یارمون یاد بگیریم، بذاریم اون بهمون یاد بده چیکار بکنیم چیکار نکنیم، چی خوشش میاد چی خوشش نمیاد. شما ممکنه خیلی آدم هاتی نباشین تو تخت، یعنی بلد نباشین چیکار بکنی، یه مقدارم به نظر میاد اصلا از سکس چیزی نمیدونین، چون قدم اول هر سکسی خودارضاییه و خودارضایی خیلی چیز خوبیه و امیدوارم همه که دارید به من گوش میدین اگه تا حالا نکردین حتما از امروز شروع کنین، چون هم به سلامتتون، هم به جوونیتون، هم به شادابیتون، هم به خوشحالیتون، هم به روحیه خوبتون، هم به عدم استراب و افسردگیتون، هم به هیکل خوبتون، به همه چیتون کمک میکنه، به پوست خوبتون، موی خوبتون، از همه لحاظ عالیه، جلو اشتها و پرخوری رو میگیره، اصلا بهترین کار دنیاست. تجویز میکنم به همه، از تو هر سنی هستی شروع نکردین شروع کنین. یک، دو، همسر شما به خاطر اینکه مرده بدنش یه چیزی حدود 250 میلیون تخمک در ساعت داره تولید میکنه، این 250 میلیون تخمک در ساعت شما نمیتونین جوابگوی نیازهای ایشون باشین، به خصوص اگه سنشون بین سن 21 تا 45 سال باشه که 100% نمیتونید جوابگوی خواستهای ایشون باشین، چون ایشون ساعت به ساعت دلش بخواد سکس داشته باشه و اگرم سکس دلش نمیخواد لااقل رهایی دلش میخواد از فشار این 250 میلیون تخمک. بعد شما این 250 میلیون رو بکنین ضرب در هر چقدر که جمع میشه تا برسه به رهایی و ارضا، تا از بدن ایشون خارج بشه. آخه ما باید حال مردا رو بفهمیم، نباید بفهمیم حالا ما در مقایسه با اونها ماهی یک دونه تخم یواش میاد به بدنه رحم، به دیواره رحم وصل میشه، آروم غذا میخوره، استراحت میکنه. اگه که تخمکی اومد نیومد، موردی نیست، میره، بازم فشاری نیست. حالا یه فشار 24 ساعته شاید بهمون میاد و در سنین به خصوصی واقعا دلمون سکس میخواد، ولی این یه حالا تازه اونم باز 48 ساعته خب حالا بگیم دیگه مکسیمومش تو اون سنای خاصم که با هر کسی حاضریم سکس داشته باشیم، خب اون یه مقطع به خصوصی از سن ماست بین شاید 24-5 سالگی حالا بگیم تا 33-34 سالگی، این مرحله زندگی یک زن که محدودم هستش و ساعتی و مقطعیه. خب ما تجربه آقایون رو نداریم، مثلا نمیدونیم اونا حالشون چقدر بد میشه، چقدر بهشون فشار میاد. فیلم پورن خدا رو شکر یه کسی عقلش رسید این رو اختراع کرد، ولی بعد میرفتن سوزاک میگرفتن، سفلیس میگرفتن، ایدز میگرفتن، هزار تا مریضی دیگه میگرفتن. این بی درد سر، بی دغدغه، بی خرج تو خونه الان از اینترنت دانلود میکنن، میشنن نگاه میکنن، بعدم نمیان هر دقیقه هر ساعت سراغ شما ازتون سکس بخوان.
شما باید خوشحال باشین که پرن وجود داره. یعنی واقعا نجات بسیاری از زن هاست از اینی که نمیتونن این همه نیاز رو ارضا بکنن. و یه مرد با شرف و با شرافتی که نمیخواد به زنش خیانت بکنه، حالا شما میخواین با ستاره های پرن رقابت بکنین که با شوهرتون سکس نداری؟ یعنی واقعا من این نمیفهمم. من شخصا از پرن خوشم نمیاد، دوستم ندارم نگاه کنم، دوست ندارم، چون به نظر من عشق بازی نیست. تو این سن شاید جوان‌تر بودم برام فرق نمی‌کرد،